دونرلندن بخش دو. این هنوزم مزه آشال میده. چرا میذاریش کنار؟ حیفه، هنوز میتونی بخوری. میشه به هم بگین از اون دفعه که اومده بودیم اینجا مزهش چه تغییری کرده؟ خب ترکیبش متفاوته. نون، گوشت، سالاد، سس، هیچ ترکیب متفاوتی توش نیست. برگه ها و ترتیبش هم مهمه، خیلی اهمیت داره. تو هیچی نمیدونی، فقط بلدی سس بزنی. نه، برای سلامتی ما مفید نیست. حرفای جدید میزنی. از کی تا حالا نگران سلامتیتی؟ این خیلی هم خوشمزه است. به نظرم لازمه این شکلی این دفعه باشه. فقط یکم بهش کاهو و سس اضافه کرده، ولی با این حال بازم مزه آشغال میده. بازم نفهمیدم مشکل چیه. آها، مهم لذت بردنه و این غذا برای من هیچ لذتی نداره. خب من دارم لذت میبرم. میدونی این تشخیص مزه تو با این آشغالا از بین رفته. این اگه مزه کثافت هم بده تو اصلا متوجه نمیشی. این حرفو نزن، من مزه رو تشخیص میدم. شاید اینا بهتری نباشن، ولی میفهمم چیه. دارم میگم این یه آشغاله. چرا این حرفو میزنی؟ خب خوشم میاد. این آشغالا همشون ضرر دارن. این سالاد، این سس، این گوشت، همشون آشغالن. معلوم نیست کی اینا رو پخته و چه جوری این کارو کرده. اگه مزهش خوب باشه برام مهم نیست کی درستش کرده باشه. پلیسانی یا همیشه ما رو میاری به این سگپزی. چای قشنگی، آدماش مؤدبن، خیلی هم ساکته. تازه کبابش هم خوبه. من که خیلی خوشم باشه. بخور آشغال خور. اصلا دیگه نمیخورم. تعارف نکن. چرت و پرت میگی، اشتهام کور شد دیگه. از وقتی منو آوردی توی این آشغالدونی من اشتهام کور شده بود. من رفتم، پاشو بیا. راستشو بگو، فکر میکنی دونر من مزهش بهتره؟ نکنه تو عقب افتاده ای چیزی هستی. نشنیدی اونجا چی گفتن؟ خب مزهش بهتر از قبل بود، درسته؟ نه، شرط ما این بود که مزه خوبی داشته باشه، نه اینکه یکم از آشغال بهتر باشه. من گفتم مزهش بهتر از قبل میشه، پس اگه بهتر از قبل بشه برنده میشم، درسته یا نه؟ من که مزه بهتری حس نکردم. حالا هرچی، تو رانندگی میکنی ها؟ خب من که نمیتونم با تو شرط ببندم. دونر من مزهش بهتر بود، تو هم اقرار نمیکنی. نمیتونم زورت کنم که. خب همینی که هست دیگه. میدونستی چیه؟ من هیچ وقت نمیتونم اندازه تو منزجر کننده باشم. این یه داستان واقعی از دنیای متفاوتیه که نمیشناسید. انتقامایی که قرار نشون داده بشه واقعاً در آینده نزدیک اتفاق افتاده. برلین نقطه سوزان اروپاست که دچار هرج و مرج شده. بعد از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، اغتشاشگران خیابونا رو اداره میکنن. زندگی که ما از کشورهای در حال توسعه میشناسیم تبدیل به برنامه روزانه پایتخت آلمان شده، چیزی که در مورد اختلالات اجتماعی ظلم و بیقانونی باید به اون توجه بشه به شرح زیره. مردمی که برای خرید به فروشگاه میرن ممکنه مورد سرقت قرار بگیرن یا دزدیده بشن و یا کشته بشن. به هر حال باید غذا بخورید، زندگی ادامه داره. مردم عروسی ها و تولدها رو جشن میگیرن، اونا در هوای گرم میرن بستنی میخورن، هنوز کسانی هم پیش دندان پزشک میرن یا یک کباب میخورن. اگه دوست داشته باشید، زندگی طبیعیه، حتی وقتی که طبیعی نیست. برف دانه وبسایت دیبا موویز تقدیم می‌کند. یتیم و محافظ. میدونی که چه اتفاقی افتاد؟ تشییع جنازه امروز بود. فکر میکنم باید برم الی. نمیخوام اینو بدتر از چیزی بکنم که هست. یه زمانی تو رو به عنوان عضوی از خانواده تصور میکردم. تو اون شب کجا بودی؟
ببین، من استعفا ندادم. پدر و مادرت منو اخراج کردن. اونا این کارو نمیکنن. الی من متاسفم. من بهت حق میدم که بخوای منو سرزنش کنی، اما تو مراقب خودت باش. میخوام اونا رو بکشم، آدمایی که والدینمو کشتن. تو هیچ کس جز خودتو نمیکشی. ترجیح میدم بمیرم تا هیچ کاری نکنم. میخوای منصرفت کنم؟ من ازت کمک میخوام. من آدم درستی برای این کار نیستم، باور کن. پس کمک کن آدم درست رو پیدا کنم. الی، این اصلا فکر خوبی نیست. تو به عنوان محافظ اونا رو ناامید کردی، به عنوان دوست ناامیدم نکن. را بیافن گشنمه. خفه شو پسر. بیدار شو، اینجا رو ببین. بذار بخوابم. این امکان نداره، دقیقا همین حرف هست. این ماییم، این ماییم پسر. بیدار شو، باید این رو ببینی. میری رو اعصابم. گوش کن تان، جای قشنگی آدم های مؤدبیان یک کباب سفارش دادم. جاوید پس همشو بخور. تان دیگه نمیخوام. جاوید چرا؟ تان آخه اینا همش مزخرفه. به نظرت آشنا نمیاد؟ این چیه؟ کی اینو نوشته؟ چه میدونم کی نوشته؟ اصلا من یه ماشین تایپ این پشت پیدا کردم، نشستم اینجا تق 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 دنگ نوشتم. پشت صندلی پیداش کردم دیگه احمق، اینجا، همینجا. تان 30 ساله، ترک، دستا و لباسا کثیف، موهای جوگندمی. آخه این دیگه چه کوفتیه ها؟ خودشه این، ما این پسر، درسته؟ آره. بعدش من. بعدش چی میشه؟ همه چیزو نوشته، راجع به زندگی نامه ماه. همه چیزو اینجا نوشته. برفدانه نوشته آرند ریمرز که صافت هم دقیقا همش راشه به ما. آرند ریمرز دیگه کیه؟ من چه میدونم کیه؟ اینا رو از کجا میدونه؟ داشبورد رو نگاه کن، شاید ماشین مال این یارو ریمرز باشه. ببین گواهینامه چیزی نیست. ببین شاید کارتی چیزی پیدا کردی. یه کارت ویزیت اینجاست، دکتر آرند ریمرز، اسم اون آرنده، باید پیداش کن. اصلا مهم نیست، آدرسش چیه ها؟ تا حالا از پدرت برات گفتم؟ فکر میکردم خانواده ای نداری. وقتی من بچه بودم اون خیلی روی انجیل حساسیت داشت، درگیر آموزهای اونا شد، یه جایی بین پیمان قدیمی و جدید، عقلشو از دست داد. باورش شده بود که خداست. اما وقتی که این هرج و مرج شروع شد، حس کرد از طرف خدا وظیفه داره ثباتو به دنیا برگردونه. با کشتن تمام گناهکارا، آدم کشا، قاتلان زنجیره‌ای، اون فهمید کی بودن و چی کار کردن. همین اطلاعات هم اونا رو کشت. چه بلایی سرشون؟ مشکل دیوانا همینه. برای بعضی اون بزرگ بود، حتی گروهی پیروش بودن، و بالاخره بیش از 10 سال رفت به دیوونه خونه، تا وقتی که شنیدم برگشت به همون خونهی که من توش بزرگ شدم. ببین الی، این کار خطرناکیه. اگه میخوای آدم های بد بمیرن، باید آدم های بدی هم اجیر کنی. تو همچین آدم هایی میشناسی؟ نه، اما پدرم میشناسه. سرنوشت ما همون چیزیه که لیاقتشو داریم، همون چیزیه که باید باشه.
هیچ اتفاقی تصادفی نیست. من در مورد سرنوشت یا اراده خداوند حرف نمیزنم، همش در مورد عمل و عکس العمله، قوانین طبیعت، پروسه گردشی انتقام. این طبیعت انسان هاست که همدیگر رو نابود کنن. کشتن کاملا طبیعیه و هر کسی که به این باور نداشته باشه زودتر میمیره. میخوای مارنجی مرز رو ببینیم اینجاست؟ وقت قبلی داشتیم. ما دوستشیم. اون کیه؟ اون شما رو میشناسه. خیلی هم خوب میشناسه. بگو کجاست. مریض داره، باید صبر بکنید. اونجاست. من بهش میگم. وایسین، شما نمیتونید بریم داخل. حرفشو به پلیس زنگ بزن. مرکز فوریت های پلیس برلین در حال حاضر تمام مراکز اشغالن. لطفا بعدا تماس بگیرید. آرند ریمرز، خواهش میکنم آقایون، شما اول باید وقت بگیرید. همکارم به شما کمک. مریض بد قیافت بگو جمع کنه بره، باید حرف بزنیم. مشکل شما چیه؟ من در حال مهم نیست داری چی کار میکنی. گمشو بیرون. قیافت رو نشونمون بده. اما فکر کنم ما رو میشناسی. ما فیلمنامه تو پیدا کردیم. بگش کن تا من صفحشو ببینم. یه کلمه دیگه حرف بزنی من میدونم با تو. اگه میخوای از ما تو فیلمنامه استفاده کنی مش میخوره تو صورتت. تو در مغازه دونر بودی و همه چیو نوشتی ها؟ حقیقت رو بگو وگرنه تحملم تموم میشه. تو به دست من شلیک نمی کنی مگه نه؟ شلیک میکنم. مطمئن باش. چرا؟ چون اون فکر بهتری داره. آره؟ نه. نه خواهش میکنم این کارا لازم نیست. من همه چیو به شماها میگم. از کجا میدونی؟ من تو اون مغازه نبودم. میبینم که دندونات خراب شده و صورت. من تازه اون صحنه رو نوشتم. وای باسم دندونه خراب داره. به نظرم باید تک تکشو بکشیم. اگه درد داشت دستتو ببر بالا. فکر کنم بازم باید آمادهش کنیم، درسته؟ نه بس کن، خواهش میکنم. من توی اون مغازه نبودم. من برای تفریح فیلم نامه می نویسم. من تازه اونو نوشتم، قسم میخورم. باور کنید. بذارش رو تخت. بس کنید. میتونم ثابت کنم. من همین صحنه رو نوشتم. من میدونم اون الان چی میخواد بگه. باور کن. مزخرفه. کثافت نابغه چطوری این کارو میکنه؟ این لعنتی ما رو سر کار گذاشته. خیلی جالبه. لام عوضی نقاشی. من گوش شطور میخورم. نه قرار نیست اینو بگی. کثافت هیلگر. کافیه دیگه، بکش. نه قسم میخورم من قبلا هیچ وقت شما رو ندیدم، فقط تو تخیلات خودم. میفهمین؟ دقیقا همونطوری که من مینویسم اتفاق میفته. باور. فقط یه برگه کاغذ بود. فقط اینا که نیست، من بازم نوشتم برامون تعریف کن. اینو از من نخوا چون آماده نیست. بکش. برمیگردیم. میدونم. کوهستان.
فکر میکنی هنوز اینجاست؟ امیدوارم اینطور نباشه. عشق ابدی من که من تنها روح خودم رو براش فدا کردم تا همه به او ایمان بیاورند، نباید پراکنده شوند بلکه زندگی ابدی داشته باشند. بیا تو و در مقابل عظمت من زانو بزن، فقط بیا تو. یه قلب شاد، گوشت خیلی خوبیه. بشین. صندلی دیگه ای نیست پدر؟ نه، من اونا را فروختم تا راویولی بخرم. چطوری؟ خب، مردی که همیشه میترسه شادتره. کسی که چیزی برای ترس نداره شادتره. خوشحالم اینو میشنوم. فکر کنم حالا حالت چطوره پسرم؟ هنوزم حرفای منو موعظه میکنی؟ نه اینطور نیست. تعجب نکردم، نوشته شده. چشمان تمام دنیا به دستان مرد شیطانی. صادقانه بگم، شیطان فک منو آورد پایین و بابت والدینت متاسف شدم آلیانم. کارسن بهت نگفته من کی هستم؟ بله. اما تو فکر کردی من دیوونم؟ متاسفم. نه، مسئله نیست. خب تو اینجا چی کار میکنی؟ یعنی میخوای بگی نمیدونی؟ میخوام از خودش بشنوم. بیا اینجا، بیا دست منو بگیر. Repay no one evil for evil. چون شیطان توسط شیطان مغلوب نمی شود، بلکه شیطان توسط خداوند مغلوب می شود. هیچ وقت انتقام نگیرید. انتقام متعلق به منه. من انتقام خواهم گرفت. I will repay. تو اونا رو می کشی. اونا چیزی رو که لیاقت دارن به سرشون میاد. بذار من ازشون انتقام بگیرم. تو میخوای اونا رو بکشی ها؟ اگه مجبور بشم. ببین، من فکر بهتری دارم. چرا کمکمون نمیکنی یکی از اونایی که میشناسی این کارو بکنه تا این دخترم دستش به خون آلوده نشه؟ چرا باید این کارو بکنم؟ چون تو به روشای مرموزی کار میکنی. قطعا همین داره. حسابی سر چلوغ بوده. فقط یه سرگرمی کوچیک از گذشته. خیلی خوب، برامون کیو داری؟ بذار ببینم. این بوله کاندالیو هستش، بوکسر ایرلندی، یه قاتل زنجیره، یه بیرحم. خیلی خوب بلد رد آدم ها رو بزنه. اون توی زبالدونی تو ورشو زندگی میکنه. به محض اینکه تماس بگیری میان. آدمی که خشونت کمتری داشته باشه چی؟ خب اونا به صورت طعنه‌آمیزی به من ایمان دارن. در واقع زمان زیادی در بین تابعان من بود. دیگه کی؟ راینهارت، اون رهبر یه تشکیلات فاشیستی تو برلین هستش و اهداف شما میتونه اهداف اونا باشه. ممکنه نقاط اشتراکی پیدا کنید. با احتیاط بهشون نزدیک شو. کسی دیگه ای هم هست؟ رشید و فیومو، اونا شکارچی های واقعی خرگوشن. اونا هم مهارت دارن. اونا تنها کسانی در این دنیا هستن که بیشتر از من آدم کشتن. به نظر میاد یه برنده داریم. چی فکر میکنی علی؟ اونا فراموش کردم. اون به انتقام اعتقاد نداره یا هر نوع خونریزی در این مورد. اون چیزی نیست که دنبالش میگردی. میدونم. اون فکر میکنه انتقام مسیر شیطان هستش.
یک قهرمان خودخواه روانی آشغال. خیلی خوب، فکر کنم میدونی چطور با اونا تماس بگیری. میدونه. خوبه، اونا رو میخوام. کدوم رو؟ همشون. کجا میریم؟ لهستان. لعنتی، از کجا در مورد خانواده هم میدونست؟ یه چیزی بین دنبال کردن اخبار و گشتن توی اینترنت. من نمیگم اون محبت نبوغی بیش از اندازه نداره، اما کاملا مطمئنم که خدا نیست. اون فقط جملات انجیلو با هیله کنارم قرار میده و گولت میزنه. کودکی من انقدر داغون بوده که اینو متوجه بشه. آره ولی... و من قطعا مسیح نیستم. به من اعتماد کن، اگه میتونستم آبو به نوشیدنی تبدیل کنم الان داشتم جای دیگه ای کیف میکردم. میتونین روی تشنه انتقام بودن حساب کنین. چیزای دیگه میان و میرن، اما حس انتقام جویی هیچ وقت از بین نمیره تا وقتی که بالاخره ارضا بشه. و؟ شوخی میکنی؟ تازه شروع کردن. اول آخرشو بخون، میخوام بدونم چطوری تموم میشه. امکان نداره، اینجا وینتر هم هست. وینتر ما؟ آره، و ایلیان هم هست. و بولک؟ من بولک رو نمیشناسم. چه احمقانه، آخه کی اسمشو میذاره بولک؟ سلام، اسم من بولکه. این که همش مزخرفه پسر. چیه؟ ما جلوی خداوند میایستیم و اون ما رو به خاطر گناهانی که داشتیم میکشه. بعد وینتر همه رو میکشه، ایلیانا، بولک و خیلی ها رو. اون با عبر سربازای خودش آلمانو فتح میکنه و تبدیل به هیتلر جدید میشه. این فیلم نامه احمقانه ترین فیلمی میشه که تا حالا ساخته شده. نگران نباش، این همش مزخرفه. چه خبرته؟ این فیلم نامه تلس شده، از این کار شیطانه. چت شده دیوونه؟ بهش دست نزن، اونا نخون. صفحه 10 دقیقاً همون بلایی که سر دندون پزشک آوردیم و نوشته. این یارو تو دستای ما بود، آخه کدوم احمق اینو مینویسه ها؟ شاید یکی دیگه صدامونو شنیده و دوباره همه رو نوشته. آخه برای چی باید یکی همچین کاری بکنه؟ اونا توی جایی دور افتاده نشستن غذا میخورن. تام برگر سفارش داده، جاوید سالاد. جاوید فیلم نامه رو میخونه و تازه شروع کردن. اول آخرشو بخون، میخوام بدونم چطوری تموم میشه. لعنتی لعنتی، این دیگه چیه؟ این ممکن نیست. بس کن دیگه، این جادوی سیاه. اگه به خوندن ادامه بدیم فکر میکنی آینده رو میبینی؟ نه، این جادویسیه، نباید درگیرش بشیم. اما اگه ما نه اما نه یه توضیح وجود داره، اونم اینه که فیلم نامه از آینده اومده، به نحوی با ماشین زمان سفر کرده اومده اینجا. فهمیدی؟ فقط همین میتونه باشه. تمام. کدوم ماشین زمان؟ ببین تو آینده ما داستان خودمونو برای دندون پزشک تعریف میکنیم، اونم همه چیزو مینویسه و در زمان به عقب برمیگرده و بوم میرسه به اینجا. فهمیدم چیکار کنیم. ما به خوندن ادامه میدیم و دقیقا عکس کاری رو میکنیم که اون تو نوشته. باشه، اما دارم بهت میگم اون از آینده اومده. پیداش کردی؟ آره، اینجا نوشته جاوید میره سمت ماشین و بعد اونا به هم نگاه میکنن. تان به خوندن ادامه میده. تان به سمت جلوی ماشین میاد و با جاوید شروع میکنن به بحث کردن. بعدش اون فیلمنامه رو ازش میگیره و به
بخون 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 دیگه. این مزخرفه، نمیتونم باور کنم. بده من. دیگه نمیتونم تحمل کنم. وقتی که جاوید داره فیلمنامه رو میخونه یهو میگه که این چه جور صحنه ایه، بعدش تان میگه که انقدر توضیحش نده. ببینم کی این مزخرفاتو نوشته ها. انقدر توضیحش نده، بدش به من. اونا دارن فیلمنامه رو میخونن، بعد یه نفر میاد عوضی. بگیرش دیگه لعنتی. خوک و آشپزخانه. ببینم تو چاقو داری؟ آره؟ تو ماشینه. خاک تو سرت. چرا نذاشتی تو جیبت؟ ببخشید نمیدونستم توی تله میافتیم. اگه فیلمنامه رو زودتر میخوندی میفهمیدی که باید چاقو برمیداشتی میآوردی. اگه میدونستم این اتفاق میافته اونو تعقیب نمیکردم. خیلی مشخصه. جواب داد. کار تالیوود برادر. عالیه. ولم کن. ول کن. من دست نزن عوضی. ببین همینطوری ولشون میکنیم، فهمیدی؟ یه فکری تو کلمه میذاریم آویزون بمونم، خون به آرومی وارد سرشون میشه، قلب با سرعت کار میکنه تا خون به بدن برگرده، اما قلب انسان ضعیفه. اینم از مشکلات بدن انسانه دیگه. اگه سر و ته آویزون باشن بالاخره قلب از کار میره. چی میخواید عوضی ها؟ این مزخرفات چیه دارید میگید؟ کله پرخون مزه خوبی داره. مغزشون خوشمزه میشه. خیلی خوب، عالیه. بریم بازی کنیم. اونا دارن چی کار میکنن؟ کارت بازی میکنن. باورم نمیشه ما رو ول کردن و دارن کارت بازی میکنن. عوضی بیا اینجا بهت نشون بدم. ولش کن. مکانی در ایرلند. اسلحه رو بذار کنار، اونا رو میترسونی. اونا قاتلای زنجیره‌ای هن، فکر نکنم بترسن. ما فقط میخواییم حرف بزنیم، با هاتون کار داریم. چه حرفی؟ در مورد چی میخوایی حرف بزنی؟ میخواییم یه پیشنهاد به شما بدیم. چه پیشنهادی؟ یه قتل در برابر پول. اونا میخوان یه نفر رو بکشیم، در ازش پول میدن. اگه نمیخواید این کارو بکنید ما میریم. نه نرو، بیاین تو برو بازی کن، من از مهمونا پذیرایی میکنم. خیلی خوب.
بیاین بیاین. گوش نتونه؟ آره؟ بله. نه حتما، چرا که نه؟ نوشیدنی میخوری؟ بله. نه. هی برادر، نوشیدنی بیار، لطفاً خنک باشه، بجام. یه کمی سخت میشنوه. مادرزادی مشکل شنوایی داره؟ مادرزادی؟ به مادرم چی گفتی؟ نه نه نه، منظورش این نبود. چیزی که اون گفت یعنی نمیتونه حرف بزنه. درسته، حرف زدم. حرف دهنتو بفهم. ماسکو بردار، مهمون داریم. خیلی ممنون. داد نزن. برادر گشنته؟ برو بازی کن. نزدروی. این فوق‌العاده است. من کارم درسته. در مورد پیشنهاد ما خیلی خاصه. ممنون. بخورید. بله. خوبه نه؟ خوشمزه است. خوبه. بد نیست. از کجا آمدید؟ از برلین اومدید. برلین؟ گندش بزنن. اونجا رو میشناسی؟ خیلی خطرناکه. آدمای زیادی نفله شدن. خیلی خرن. آره. خوب نیست. ولی اینجا هیچ آرامشی واسه آدم نداره. فقط برادر و من و قضا. بخورید. واقعا خیلی خوبه. نباید از روی ظاهر آدم رو قضاوت کنی. به نظر آدمای خوبی هست، فقط یکم سخت. اما وقتی بیدم. به کشتار برسیم عوض میشه. خب اگه اونا صلح طلب بودن ما اینجا نبودیم، درسته؟ بین آدمایی که پدر مادرتو کشتن با اینا چه فرقی هست؟ اونا والدینمو نکشتن. پدر مادرای دیگه‌ای که کشتن چی؟ و بچه‌هاشون؟ من خودمو برای مسئولیت اونا نمی‌سوزونم. من اینجا نیستم که مثل پدرتو نقش خدا رو بازی کنم، فقط میخوام انتقام بگیرم. میبینی؟ خوب نگاه کن. چاقو رو باید اینجا بزنی. محکم نه. زیاد عمیق نزن، وگرنه روده هاشو قطع میکنی. این طرف هم باید مراقب کلیه هاش باشی. فهمیدی؟ خیلی خوب. متوجه شدی؟ خوب نگاه کن. همینجوری وای نسا، کمکم کن. آروم آروم، دوباره توه. نه
باشه، هر چقدر بخوای بیاد پول میدم. من پول لازم ندارم، من غذا میخوام. بعدش میتونی هر چقدر خواستی غذا بخری. این کارو نکن. چرا؟ تو حیوان میخوری؟ منم میخورم مثل همه. نه. آره؟ نه. بس چرا برادر خودتو نمیخوری؟ من برادرمو دوست دارم، ولی تو رو دوست ندارم. تو از کجا آمدی؟ تو اونو میشناسی؟ کلمات اونه، حرفای پدرم. وقتی بچه بودم اونو خالکوبی کرد. پدر تو؟ ببین، اون ما رو فرستاده اینجا. ما ماموریت داریم دو نفر رو بفرستیم جهنم و به کمک شما نیاز داریم. کارلات کجاست؟ اون راویولی میخوره و جوکای مزخرفی میگه. یه قلب شاد داره. خیلی خوب، بازشون کن. بیا بریم داخل، زود باش. متاسفم. چرا که نه؟ به نظر میاد یه برنده داریم. کیو باید بکشیم؟ اونا رو میشناسی؟ نه، ولی شکارچی هستیم، پیداشون میکنیم. پاهم دیگه حس ندارم. زود باش، خودتو کش بده. فیلم نامه رو میبینی؟ شاید بتونی بخونی ببینی بعدش چی میشه. آره، میتونم بخونمش. تان و جاوی توسط خوک و خروس دستگیر شدن. تان سوالای احمقانه میپرسه تا وقتی که بمیرن. پایان. چقدر مسخره. چیکار میکنی؟ دارم تاب میخورم. برای چی؟ میخوام با مش بزنم تو صورتت. میتونی با اون شیشه برسی؟ آره، اونم بده. مواظب باش دارم میاد. داری چی کار میکنی؟ تکون نخور. پسیلیانا و کارسن اونا رو استخدام کردن تا ما رو بکشن. آخه کی همچین مزخرفاتی اینجا نوشته؟ اون کیه؟ آخه مشکلش با ما چیه؟ نمیفهمم. نمیدونم، شاید یه قسمت بر نگرد عقب. سرم درد گیره. فقط ادامه بده. بازم با این مصاحبه ها ادامه پیدا میکنه. پلیس 27 ساله و 5 ساله و 5 از اونا ژنرال و کمیسر ارتش مسلح آلمان بودن. من نصف عمرم از دستور افسران ارشد اطاعت کردم و وقتی دیگه نمیخواستم این کار رو انجام بدم، دستور قتل منو صادر کردن که باعث شد همسر و بچه‌ام کشته بشن. اما من از چیزی پشیمون نیستم. من هر کاری تونستم برای محافظت از خونوادم انجام دادم، برای چیزایی که تا الان براشون مبارزه کردم.
برگشتیم به زمان حال. حالا تان و جاوید دارن فیلمنامه رو میخونن و یهو لا 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 دیگه نمیتونم گوش بدم. تمام حرفایی که میزنن اینجا نوشته شده. دیگه چه اهمیتی داره؟ صحنه بعدی مغازه دونر. شب تان و جاوید وارد میشن. حدود 8 مهمون در اونجا حضور دارن. ایلیانا با پدر و مادرشون جان. دو تا دونر با سس تون، دو کمی فلفل. مغازه دونر فروشی. منم همینو میخوام بدون ادویه. بخش نوشیدنی و آب میاسری. یک بار دیگر پلیس به این موضوع جوابگو نبود. این فیلم توسط یکی از شهروندان ضبط شده. کاملا واضح میتونیم ببینیم که چطور ابرمرد الکتریکی از ضربه های غیر مهلک استفاده میکنه تا یک مجرم رو دستگیر کنه و این در حالی است که جان خودش رو به خطر میندازه. باید ببینیم روش اون چقدر موفق خواهد بود. بسیاری از مردم همین الان یاغی رو به عنوان قهرمان تلقی میکنن در حالی که بقیه اون رو دیوانه میدونن. پس سوال اینجاست، آیا این مرد فقط یک دیوانه است یا یک قهرمان؟ چرا؟ رفتار اون احمقانه است. حداقل به دنیایی که در اون زندگی میکنیم عکس العمل نشون میده. منظورم اینه که ما طوری زندگی میکنیم انگار همه چی عالیه. شاید مشکل از ماست. یعنی میگی لباس خاص بپوشیم و بریم خلافکار کشی؟ اون کسی رو نمیکشه. سعی میکنه فقط اوضاع رو تغییر. شاید این موجودی که ما داریم میبینیم محصول محیط خودش باشه. اما ما تو دنیای متفاوتی زندگی میکنیم. ما تو همون دنیا زندگی میکنیم. تو همین شهر. فرقش اینه که برامون مهم نیست چه اتفاقی داره میفته. شبیه کارسونی. اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ جای قشنگی. من و کارسون قبلا میومدیم اینجا. چرا کنار ما نمیشینه؟ بعضی وقتا بهتره فاصله حفظ بشه. اون دوست ما نیست که کنار ما بشینه. اگه من اینجا دونر درست کنم خوشت میاد. تضمین میکنم. مطمئن باش. این احمقانه ترین حرفیه که تا به شنیدم. دقیقا همین مواد اولیه است دیگه. مزه گند داره همین. این آشغال چی رو میخواد تغییر بده؟ میخوای شرط ببندیم؟ اگه تا 5 دقیقه دیگه یه چیز خوب نخورم باید همه یه هفته رو رانندگی کنی. ببخشید. بله. ما دونر شما رو دوست نداشتیم. سوء تعبیر نشو، اما میتونم بهت نشون بدم چطوری دونر درست کنی اگه دوست داشته باشی. چی داری میگی؟ متوجه نمیشم. تو میخوای به من نشون بدی دونر خودم رو چطوری درست کنم؟ بگی تو سبک منو میدونی. نه، میخوام بهت نشون بدم چطوری درستش کنی. برای مهم نیست سبک تو چی و چجوری درست. اگه از دونر من خوشت نمیاد برو یه جای دیگه. نمیتونم برم. نمیخوام دنبال یه دونر فروشی دیگه بگردم. ما واقعا گرسنه ایم. به علاوه باید بگم مکانی که داری خیلی هم عالیه. مواد اولیت هم خوبه. خب مشکل چیه ها؟ مشکل من تویی. آره تو. دوست تو بردار و بزن به چاک. مگه اینکه دیگه زندگی تو دوست نداشته باشی پسر جون. من با دوستم شرط بستم. اگه الان دونر خودم رو درست نکنم شرطو میبازم. و بدترین چیز برای من دونر بد و رانندگیه بده. سالاد، سبزیجات و سس تند بدون فلفل تقریبا آماده است. باید اونو بسوزونیمش. خیلی از صحنه‌ها درست نوشته نشده. اونا فقط یادداشت‌های کوتاه هستن. همونطور که خودش گفت این هنوز تموم نشده. نگاه کن. که چی؟
این فرصت ماست، میتونیم هر چی که خواستیم و تغییر بدیم. ما پدر و مادرشو کشتیم، اونم ما رو میکشه. پدر و مادر اون تو زمان و مکان نادرستی بودن. من براشون متاسفم، اما من و تو نمیتونیم هدفی که داشتیم و زیر پا بذاریم. اینو بفهم، این اصلا منطقی نیست. اینجا میگه ایلیانا مرتب آدم اجیر میکنه تا ما رو بکشه، اما همینطور نوشته ما با یه فرشته ملاقات میکنیم که از ما محافظت میکنه. و حالا اینجا رو داشته باش، اینجا میگه اسم اون فرشته برفدونه است. هر دفعه که کاری مثل خوندن اون نوشته انجام میدیم، فقط داریم به اون پاگنه وحشتناک نزدیک میشیم. نه، ما فقط متوجه نشدیم که چطور میتونیم از این استفاده کنیم. پس میتونیم بریم پیش وینتر و هر کاری که میخوایم انجام بدیم، وگرنه نمیتونیم از این بیایم بیرون. بدش من، نمیذارم زندگیمونو یه فیلم نامه کنترل کنه. داری چیکار میکنی؟ دندون پزشکه رو میکشیم و همه چی تمومه. چی میخواید؟ دکتر ریمرز رفته؟ اون کجاست؟ اون یه مسافرت کوتاه رفته. کجا رفته؟ میخواست فیلمنامه خودشو تموم کنه. ولی میدونی کجا زندگی میکنه؟ شروع آپارتمان آرند. شب تان و جاوی به آپارتمان آرند میرسن، اما من اینجا نیستم. آرند اونجا نیست. دارم بهت میگم، اون خیلی وقت رفته. احتمالا داره صحنه ای رو مینویسه که ما جلوی در وایسادیم و داریم مثل احمقا در میزنیم، بعدش هم در میشکنیم و یه آپارتمان خالی میبینیم. زود باش، بیا بریم، برمیگردیم. این روزا نمیشه انتقاد کرد. سیاست‌های مهاجرت رو نمیشه پیگیری کرد. به خاطر همین نمیتونیم دومین مشکل بزرگ این کشور رو حل کنیم. این ترکیب نامتناسب فرهنگ‌ها برخلاف طبیعته. ورود یه سیاه‌پوست آمریکایی به آلمان مثل اینه که یه میمون رو بندازیم داخل قفس شیر. شکارچیان، ربات به درد نخور. بله؟ میخواییم رشید و فومو رو ببینی، در مورد یه قرار داد. سلام، اسم من گوستاوه، اسم شما چیه؟ من الیانام. کارسون. سلام الیانا، سلام کارسون. تو حالت خوبه؟ من خوبم، ممنون، شما چطوری؟ منظورم اون زنجیره، کمک میخوام. رشید و فوما به زودی میان اینجا. برای اطلاع شما این اتاق به دوربین مداربسته مجهز شده. اونا تو رو زندانی من متعلق به پلیس ملی و سازمان نیروهای مسلح هستم. سلام رشید، سلام فوما، ما مهمون داریم. خودم دارم میبینم ربات آشغال. ما برای یه قرارداد شکار خرگوش اومدیم. اینا مهمون نیستن، مشتری هست. این همش قاطی میکنه همه چیو. پس میتونیم تفنگا رو بذاریم کنار. سلام، اسم من رشیده، اونم فوماه. برو دست بده فوما، برو به سمت چپ. خدای من بیا این ور، قاطی داره. آدم حمالی هستی تو. اینجا داشته باش. اصلا که نه، اون احمق هیچی احساس نمی کنه، چون اون یه ربات. من ربات نیستم، یک ارگانیسم ترکیبی کامپیوتریم، جی اف بایدروید، نمونه اصلی 43887. گستاو،
برو اسناد بیار. همه چیز به میزان سختی ماموریت بستگی داره. نصف الان، نصف بعد از کار. ما برای شکنجه و سوغاتی ها انعام میگیریم. از سر تا پا میتونید اینجا اضافه کنید. دوست دارم منم اونجا باشم. اینجا رو که نوشته تجربه زنده تسلیحات علامت بزن. اینجا شما میتونید یه پیغام منتقل کنید. مثلا میتونید یه چاقو با این پیغام بفرستید. از شهر چاقو کشا سلام رسوندن. حس میکنید که داخل فیلم هستید. تو پایینش هم چند خط واسه پیغامای دیگه اضافه کردی. خلافکارا تو جهنم مهمونی گرفتن و تو در ورودی اصلی هستی. خیلی احمقانه است. معمولا پیشنهاد میکنیم که از همه چیز فیلم تهیه بشه با موسیقی. ممنون، احتیاجی نیست. باشه، خوبه. به هر حال دوربین ما از کار افتاده، باید یه دوربین نو بخریم. اما مشکلی نیست، اینا قوانین و مقررات ما هستن. لطفاً بخونید و امضا کنید. در صفحه 3 تمام اطلاعات هدف رو وارد کنید، عکس ها و همه چیز، هر چیزی راجبش میدونید. سوالی نیست؟ این دیگه چه؟ میخوای با هم عروسی کنی؟ تولدت مبارک برده. میدونی چیه؟ اونا منو یاد پدرت میندازه. تو یادت میاد؟ ممنونم برادر. بیا برات بزنمشون. حضار همگی لطفا خفه شی. Ich bitte ihre außerordentliche Aufmerksamkeit für unsere wunderbare Schneeflöckchen weiße Röckchen. بابت خون متاسفم. بیبی نداره. ایشون جاویده. منم تانم. سلام. میخوای با همون بیای برفتونه؟ به کجا؟ میتونیم یه چیزی بخوریم بعدش بریم اونجایی که ما میخواییم.
تو چرا اره برقی همراه داری؟ اون برا تو نیست، نترس. نمی ترسم. مکان مورد علاقتون واقعا قشنگه. وقتی بچه بودیم خیلی وقتا می اومدیم اینجا. خونه ما اونجا بود. کجا؟ او ببخشید من حرف بدی زدم. اشکالی نداره. 16 سالمون بود. لباسای پدرم از خوشویی تحویل گرفتیم که وقتی برگشتیم خونه آتیش گرفت. هیچ پلیسی آتش نشانی نیومد. گذاشتن اونجا بسوزه. کامل سوخت. تنها چیزی که برامون باقی موند این دکمه سردستا و شربات پدرمه. یه روز کسی که این کارو کرد و پیدا میکنم. این نره برقی هم مال اونه. این پیرن بهت میاد. تان اینا رو به هم داده. آه خیلی خوشگله. امشب تولد جاویده. واقعا؟ تولدت میخوام صورت تو پاک کنم. بابت اون کار ازت ممنونم. اون سرنوشت ما بود. تو به سرنوشت اعتقاد داری؟ دیبا موویز. تان یه پک سیگار میکشه. تصور کن میتونستی پایان کار خودتو بخونی مثل یه فیلم نامه. من پایان خودمو دیدم. من تنها کنار اون دره ایستاده بودم. هیچ کس اونجا نبود. نوری نبود. عشقی نبود. عجب مزخرفاتی. ای بابا خیلی خوب. و تو چی کار کردی؟ پرای خودم رو باز کردم و یه زندگی جدید رو شروع کردم. این مزخرف بالهای خودم رو باز کردم. اره برقی نشانه انتقام و تنفر هستش. برف دانه امید. فقط باید به اونا بگه. شما باید تنفر خودتون رو کنار بذارید و امیدوار باشید. جنگل شب. اونا به یه محل دورافتاده در جنگل میرسن. آره
Jetzt feiern die beiden den Beginn ihres neuen Lebens. Partymontage. آیا یکی از شما فندک داره؟ دست تو بذار جایی که بتونم ببینم. تفنگاتونو بزنید زمین. حالا شوتشون کنین اون طرف. زود باشین. آفرین. به فرشته محافظت بگو گورش گم کنه. من جایی نمیرم. من تمام این فیلم نامه رو خوندم، نگران نباش. برف داره از اون محافظت میکنه. نمک میریزه. هر خام زانو بزنین. زود باش. گفتم زانو بزن. تو هم اینطور. بشین. قرخم. مشتری هیچ پیغامی برای شما نفرستاده. پس یه پیغام قدیمی کلاسیک که از طرف خودمونه رو براتون میخونیم. قربانیان عزیز. میهمانان گرامی. ما امشب اینجا جمع شدیم چون تان و جاوید. حالا هرچی، چون تان و جاوید میخوان با هم بمیرن، شیطان داره کوره رو گرم میکنه، نمیخواد اونا رو منتظر بذاره. به خاطر همین از تو میپرسم جاوید، میخوای یه گوله بخوری بدون اینکه سعی کنی با التماس خودتو نجات بدی؟ در این صورت جواب بده بله. بله. حالا نوبت توه تان. اگه سرنوشت خودتو به صورت کامل قبول میکنی جواب بده بله. مشکلی نیست، به من اعتماد کن. نه. بله. قابل احترام بود، تحت تاثیر قرار گرفتم. حالا شما رو مرده اعلام میکنم، میتونید با خیلی راحت بمیرید. دیگه صحبتی نیست. این دیگه چیه؟
زود باشین، باید بریم. وقت رفتن. نه صبر کن، میخوام اینو ببینم. تو رو فرستاده. تو گذاشتی قاتلای خانوادم فرار کنم. تو هم باید همین کارو بکنی. نمیتونم. پس دوباره همدیگر رو خواهیم دید. فکر کنم حق با اونه. هنوز یه آدرس دیگه تو اون لیست داری. برو. جاوید گوش کن، شما دو نفر اینجا بمونید. چی داری میگی؟ میرم سراغ دندون پزشکه، باید پایان داستان عوض شه. ما میخواستیم پایان داستان خودمون عوض کنیم. سوء تفاهم نشه برفتونه، اما خیلی دیر شده. به هر حال بلایی سر ما میاد که لیاقتش رو داریم. پس با هم میریم اونجا. تو فیلمنامه نوشته با هم میمیریم. پس اگه با هم نباشیم امنیت بیشتری داریم. تا وقتی برمیگردم از این اتاق بیرون نرو. مراقب برتونه باش، اگه اتفاقی براش بیفته مطمئن باش تا ابد باید تو جهنم بسوزیم پسر. من مراقبش هستم، قول میدم. حواست باشه. باور نکردنیه. بیا تو، بیا تو، یه نوشیدنی بردار و بخور. بشین، دارم می نویسم. خیلی باحاله.
دارم آخرین صحنه رو مینویسم. صحنه پایان نیست، اما اون صحنه که هنوز پیدا نشده. بگو کی هستی؟ میدونم که میخوای بشنوی من یه آدم مقدسم یا اینکه برای یه پیغام آوردم، اما اصلا اینطور نیست. تنها چیزی که دارم یه فیلمنامه هستش، داستانی برای یک فیلم، نه چیز دیگه. هضمش سخته اما همینی که هست، و لطفاً اونا بذار کنار. با وجود اون من نمیتونم تمرکز کنم. دیگه ننویس. تقریباً تموم شد. بس کن، برو اون ور. من اصلا هیچ وقت نمیدونستم که چطوری همه چی رو خوب تموم کنم. منظورم تو، برفدونه و اون مرد الکتریکی، و بعدش هم یه فکر شگفت انگیز بزنم. و همین الان صحنه ما با ورود تو شروع میشه و ادامه داره، و از حالا به بعد صحنه های پشت سر همه اینجا و هتل رو داریم، و چیزی رو میبینیم که تو میخونی، چون همه اونا توی زمان اتفاق میفته، میفهمی؟ فقط صحنه ی هتل رو بخون، وگرنه دوباره صحنه بازسازی میشه. پس فقط صحنه ی هتل رو بخون، چون که به هر حال بقیه‌اش رو میبینی. فقط بخون، بخون. اوکی، دس رایت. لاس اونس پن گین. میرم اونجا کشیک بدم. چت شده جاوی؟ دیگه منو دوست نداری؟ البته که دوست دارم. چی کار میکنی؟ نکته جالبتر اینه که آیا من میدونستم که این کارو میکنه و اینو نوشتم، یا فقط به خاطر اینکه من نوشتم این کارو میکنه؟ عالیه، مگه نه؟ من خودم هم گیج شدم، باور کن. همین الان تغییرش بده. چی؟ نه نمیتونم. جلاشونو بگیر. نمیتونم این کارو بکنم. معلومه که میتونی. مجبوری تمام صحنه رو بخونی. خواهی دید که همه چیز منطقیه، خیلی بی نقصه. فقط به من اعتماد کن و به خوندن ادامه بده. تو چی کار کردی؟ شگفت انگیز نیست دوست من؟ میدونم که الان همش عجیب به نظر میرسه. برفدونه باید میمرد تا در پایان همه چیز درست بشه، میفهمی؟ بعدن متوجه میشی. جاوید، چرا همچین کاری کردی؟ صحنه پایان نیست، اما اون صحنه که هنوز پیدا نشده. چا اینو نوشتی لعنتی؟ داستان ادامه داره، تموم نشده. آدم
جاوید کافیه، نمیتونیم برش گردونیم اما میتونیم پایانو بنویسیم. مرانبر، ما به یه رهبر نیاز داریم که آینده این کشور رو در مقابل خودش و هر کس دیگه‌ای بسازه. همه میدونن که آزادی واقعی نیازمند رهبریه. چیزی نداریم که ازش بترسیم، اما تمام کسانی که هنوز با ایده‌های دموکراتیک کور شدن قربانی عقاید ضعیف خودشون خواهند شد. زیاد طول نمیکشه تا وقتی که مردم ما ببینن چه تعهد، سخت کوشی و وطن پرستی واقعی در پایه‌های ملت ما ایجاد شده. کشور ما خواهد دید آزادی واقعی بهایی داره. اینجا ملک شخصیه، از اینجا برید. اومدیم راینهارت رو ببینیم. منتظر باشید. باید از اینجا بریم. حس خوبی ندارم. برای یه کاری که ما میکنیم حس خوبی وجود نداره. ببین الیونما، مجبور نیستی با من بیای. اسلحه تو بده. زیر زمین ملت ما. از اونجایی که مشخصا خواستید من رو ببینید، فکر میکنم لازم نیست خودم رو معرفی کنم. هرچند اصلا شما رو نمیشناسم. بسر لطفا. من یه نفر رو میخوام که دو مرد رو برام بکشه. پیشنهادشون شما بودی. میتونم بدونم کی من رو معرفی کرده؟ خدا خواسته. خب اگه خدا شما رو فرستاده پس نمیتونه اشتباه کرده باشه. با من موافق نیستی؟ اینها سربازان ما هستند. آموزش ویژه و محرمانه دیدن با مهارت‌های استادی و اطاعت مکانیکی. هر کدوم از اونها مأموریتشون رو بی‌نقص انجام میدن. اجازه بدین یه نمونه به شما نشون بدم. نگران چیزی نباشید. دنبالم بیاییم. تو هم همراهم بیا. شماره هفت. از سالها پیش این پایگاه اینجا بوده. ما با جون خودمون از اون حفاظت کردیم و هر کاری بتونیم میکنیم تا حتی خدا هم ندونه که ما کجا هستیم. میدونید که چی میگم؟ اصول نظامی. حال شما و
محافظ ساکتتون اومدین اینجا. از آسمون افتادید. خدا شما رو فرستاده. پس از خودم میپرسم این دختر کیه که اینجاست؟ و اینکه اسم منو از کجا میدونه؟ و این آدرس؟ به اون مرد شلیک کن شماره 7. تو فقط باید به سوالات من جواب بدی، بعد بهت شلیک میکنن و همه چی تموم میشه. در غیر این صورت شکنجه هایی که بهت میدن خیلی دردناک خواهد بود. به من نگاه کن. به من نگاه کن. همیشه مهمانان من دیر یا زود چیزی رو که میخوام به من میگن. من میخوام در وقت خودم صرف جویی کنم و اینکه نذارم تو در بکشی. شماره 7 میتونی بری؟ ببینم موافقی. خیلی آهسته شروع کنیم و من قدم به قدم به تو نشون میدم قادر به چه کارهایی هستم. اگه تانو جاویدو میخوای باید چیزی که میخوانو بهشون بدی. در دورانی که شما عضو هیئت حاکم بودید 7 خونه پناهندگان به آتیش کشیده شد. در مجموع 264 نفر کشته شدند.
در تمام 7 پرونده نه پلیس و نه آتش نشانی برای کمک حاضر نشدن. گفته میشد شما از دخالت اونو جلوگیری کردید و خودتون دستور حمله ها رو صادر کردید. در این مورد چه جوابی دارید؟ هی بچه ها، من نمیخوام شما رو اذیت کنم، ولی میشه ماشین منو به هم بدید؟ را بیافت. حالم نده. بشین اونجا. پایان داستان رو دوباره می نویسی؟ چرا؟ باش. وینتر همه رو می کشه و تبدیل به هیتلر جدید میشه. ببینم تو کله تو به جای مغز چیه؟ چی؟ تو دیوونه ای. اون آخرین نسخه نیست، مگه بهتون نگفته بودم اون تموم نشده. من این پایان تاریک و ای خدا، زمانی نوشتم که کمی افسرده بودم، فقط داشتم آزمایش می کردم. من یه پایان کاملا جدید نوشتم و اون واقعا عالیه. آره ابرمرد الکتریکی دنبال برفدونه میگرده، اما فقط جسدشو پیدا میکنه و البته میدونست که اون 2 نفر شما هستید. بعدش هم معلوم میشه برفدونه عشق زندگی اون بوده. عذاب از دست دادن اون برای همیشه انقدر قدرتمنده که به تمام عقاید خودش خیانت میکنه و قسم میخوره انتقام بگیره. یعنی میخوای بگی اون یارو آهنیه الان دنبال محصره؟ و بعد؟ بعد شما منو مجبور میکنید که از نو بنویسم. من قبول نمیکنم. تو میخوای به من شلیک کنی، اما ابرمرد الکتریکی دنبال شما هست و در آخرین لحظه این درو میشکنه. آره این درو میشکنه و میاد داخل. تان و جاوی غافلگیر شدن و چی؟ خب باید درک کنید اون قهرمان واقعی این فیلم هست و شماها، البته سوء تفاهم نشه، اما شماها آدم بدا هستید. میفهمی که یعنی چی؟ عصبانی نشو، هنوز تموم نشده، هنوز ادامه داره. اما معنیش اینه که ابرمرد الکتریکی از این در وارد میشه، خب؟ و شما را با دستهای خودش میکشه. بعدش به صورت طعن‌آمیز شما توسط همون کسی کشته میشید که قبلا شما را نجات داده. تو عقب مونده ترین نویسنده تمام دنیا هستی. فکر میکنی ما اینطوری ایم؟ آره؟ اما داستان ادامه داره، تمام نشده. برا مهم نیست، همین الان صحنه رو دوباره مینویسی. زود باش. نه خیر.
لعنتی، خطای منطقی. اگه من به اونا گفتم که ابرمرد الکتریکی از اون در وارد میشه، از اینجای داستان به بعد همه چیزو از نو می نویسی. چی باید بنویسم؟ ما شبیه نویسنده فیلم نامه هستیم؟ ما بیشتر شبیه تهیه کننده ایم. ما به دیده می دیم، تو هم می نویسی. آره. مهم نیست اگه تابلو بشه یا نه. می خواهیم وینتر رو بکشیم. غیر از اون هرچی خاصی بنویس. خارج، خاکستر ساختمان، روز. من میرم لهستان، برادرمو میخوام. حالا برا مهم نیست، برادرمو به هم بده. پولی نباشه، برادری نیست. اینو میبینی؟ میبینی؟ خب که چی؟ برادرمو به هم بده، من برادرمو میخوام. برای هر دو. روحت شاد برادر عزیزم، روحت شاد. ای پسر، برادر تو خدا بیامرزه. اون مرده. ممنونم. منتظر بمونی. بابت برادرت متاسفم. تان، جاوید، مردن؟ کمکت میکنم. نه، به خاطر این تعداد زیادی کشته شدن. اشتباه، دیگه اشتباه نکن. تو من؟ آره. بعدش منو نمیخوری؟ نمیخورم، برادرم دوستت داشت. تمام شد. اونجا بشین و تکون نخور. خفه شو تو، ما همشو بخونیم. باشه؟ میشه لطفاً کامل خودتون رو معرفی کنید؟ اسم من هاک وینتره. خیلی متشکرم. ممنون میشم اگه زمان پخش رو به من اطلاع بدید. اگه سر قول خودتون بمونید.
تو خیلی شجاعی. تو این فرصت کم نمیشه یه شماره برای اسم جدید پیدا کرد. کافیه. فقط از روی کنجکاوی میخوام بدونم که این دو مرد کیان. گوش کنین خانم، من به شما 5 ثانیه فرصت میدم که برای این کارتون به من توضیح بدین و گردن نگهبانا رو خبر میکنم. نگهبانا! فکر نمی کنم نگهبانا صدا تو بشنون. درست مثل فیلمنامه؟ آره درسته. باید بریم. سعی کردیم با سطل آتیش رو خاموش کنیم. تا دو روز فکر میکردیم یه جوری رفتند بیرون، والدین و اقواممون. برادر کوچیک جاوید 6 سالش بود، درسته؟ خواهر منم 10 سالش بود. جسدهای سوخته اونا بین سنگا و بتونا گیر افتاده بود. مجبور شدیم اونا رو با این اره برقی تیکه تیکه کنیم. بعد به خودمون قول دادیم که یه روزی کسی که این کارو کرد رو پیدا کنیم و با همین تیکه تیکش کنیم. نگاه کن، حتی اسمت هم روش حک کردیم. براتون عجیب نیست که چقدر نقطه اشتراک داریم؟ این تشنگی سری ناپذیر برای انتقامه که به شما نیرو میده و شما را آورده اینجا. خانواده منم ازم گرفتن، هزاران تکه شدن، هیچی نداشتم که دفن کنم. انگار هیچ وقت اونجا نبوده. آدمایی که میگن انتقام چیزی درست نمیکنه، نمیدونن چی به سر ما. باید بگم که اونا اشتباه میکنن.
باید بگم که من انتقام گرفتم و حالم بهتر شد. من برای علاقه شما به انتقام احترام زیادی قائلم، اما متاسفانه مجبورم شما را ناامید کنم. من دستور حمله های آرسن رو صادر نکردم، برعکس تمام تلاش خودم رو کردم تا جلوی اونا رو بگیرم. شما دنبال آدم های دولت قبلی هستین، آدم هایی که این دروغ ها رو در مورد من ساختن، چون من جلوی اونا وایستادم. ما باید به مقاومت ملحق شیم و بالاخره از شر آخرین بازمانده رهبران کاپیتالیسم خلاص بشیم. با سرنوشت خودت روبرو شو و مسئولیت کارتو بپذیر. اگه خوششانس باشی کار نمی کنی. آماده ای؟ خاطر پدر مادرت بزن، برای برادرم شلیک کن. ما متاسفیم. صفتا. من خدای حسود و انتقام جو هستم. من انتقام جو و خشمگین هستم. من قدرت خودم را به فرشتگان دادم و خشمم را به دشمنان خودم. به هیچ وجه قصد ندارم گناهکاران رو ببخشم. دنیای من در یک طوفان ویرانگره فرو می پاشد. از گرد و خاک پاهای من کوها متلاشی می شوند، تپه ها ذوب می گردند و زمین در برابر من زانو می زند. دنیا و تمام کسانی که داخل آن هستند با تواضع در برابر من ایستادند. گرمای خشم مرا احساس می کنند. نفس من مثل آتش سوزاننده است و صخره ها از ترس بر خود می لرزند. من در واقع تحت قانون همه چیز با خون خالص خواهد گشت.
و بدون خونریزی بخششی. برای گناهان در کار نخواهد بود. مرگ به سراغ تمام انسان‌ها خواهد آمد، چون همه گناهکار هستند. در آرامش باشید. آرامش من برای شما خواهد بود و من تمام ترس را از چشمان شما دور خواهم کرد و هیچ مرگی وجود نخواهد داشت، نه اندوهی، نه گریه‌ای. دیگر نباید دردی برای گناهان گذشته وجود داشته باشد که از بین رفتن. عاشق مردانی نشو که کارهای شیطانی انجام میدهن آلیانا. معصومیت خودت را حفظ کن، به اون نیاز خواهی داشت. بیاین بریم، باید منو برسانید. کالیب، باید در مورد کارسون یه چیزی بهت بگم. نگران اونا نباش، اون بر میگرده. پایان. خب عاشقشم. یه اثر هنریه. واقعا لذت بردم. منم فکر میکنم عالیه از هر نظر. خیلی بهتر از قبله. خیلی بهتر شد. نظر توه. درست مثل فیلم نامه. آره درسته. باید بری. پس تموم شد؟ آره؟ آره تموم شد. فقط یه مسئله کوچیک مونده. باید مطمئن شیم این فیلم نامه هیچ وقت تغییر نمی کنه. البته. به خاطر برفتونه. عالیه.
اسم من لئوناردو کمپره، در مرکز تحقیقات ارتش کار میکنم. ماه پیش در جریان تظاهرات منو دزدیدن. اونا میخواستن با یه اره منو تیکه تیکه کنن. من طوری رفتار کردم که انگار یه ربات هستم. اونا باورشون شد. اون کسافت ها منو مثل یه سگ با خودشون بردن. اونا منو زنجیر کردن. هر روز روی من یه آزمایش جدید میکردن. نمیدونم که آیا بیشتر از این میتونم تحمل کنم یا نه. اون روانه کور فوما، اون بدترینه. وقتی حوصله‌اش سر میره، اگه کسی اینو پیدا کرد من در طبقه دوم، اگه کسی اینو پیدا کرد لطفاً منو از اینجا بیاره بیرون. خواهش میکنم، من اینجا گرفتار شدم.